برگشتیم به ادامه برنامه و شما بیننده گلبانگ از تلویزیون یک هستین. هرچند که شرایط کنونی افغانستان شرایط خوبی نیست، ناامنی به اوجش رسیده، اما هنوز هم ما داریم افراد و اشخاص را که بالاخره افتخار آفرین هستند بر کشور ما، بر وطن ما. در این بخش برنامه مهمان داریم آقای عبدالمتین نوری که اینا مختری یک مرکز گرمی هستند که شما به یک طرف استودیو حتما انشالله این مرکز گرمی را شما میبینین. قبل از همه سلام و صبح بخیر خدمت آقای نوری، خوش آمدید، صبح شما بخیر باشه. تشکر، همچنان ما سلام و تقدیم خدمت شما، خدمت بیننده، خدمت تلویزیون تان، همکارا، کلگی سلام تقدیم میکنم. امیدوار هستم که یک روز خوب و خوش آغاز کرده باشید. سلامت باشین، تشکر. آقای نوری، آیدیا یا فکر از این که شما بتونین یک مرکز گرمی را اختراع بکنین، او هم به این بزرگی، از کجا آمد؟ اول لطف احسان خداوند است. این وطن سر کل ما حق داره که هر کس در هر رشته، در هر کار از باید در وطن که حیثیت مادر داره خدمت بکنه. بله، ما لطف احسان خداست، به خاطر آلودگی هوا 4 سال روی از این سیستم کار کردیم تا بتانیم یک ابتکار، یک نوآوری در افغانستان بیاریم. 4 سال روی این سیستم شما کار کردیم؟ بله، 4 سال. از کجا شروع کردیم کارش؟ کارش دیگه از او کله و مغز خود شروع کردیم. من چون کسب کار هستم، نلوان هستم، من این کار کسب مسته، به خاطر آلودگی هوا هم وظیفه ایمانی و وجدانی خودی را دانستم تا ما در مملکت خود یک ابتکار، یک خدمت بکنم برای کل ملت افغانستان. اگر در رابطه با این مرکز گرمی کم بر ما شما معلومات بتین، از کجایش باید شروع بکنیم؟ در قسمت بر یک بار باید ببینیم نوری صاحب، براتون تشریح میتونم. این نل است که از عمومی ذخیره ما میره در فیلتر، فیلتر نصب کردیم. چرا؟ او ما آهک آهن داره، بله، او تصفیه میشه مکمل میره در انبساط، انبساط او ذخیره را میت دزگاه را میته، دزگاه باز پخش میکنه. این دزگاه ما الحمدلله قادر است تا 300 متر مربع را گرم کنه. آپارتمان های 120 متر مربع که کلکینا پی وی سی باشه، 24 ساعت خوب فول نرمال گرم باشه، 6 کیلو گاز مصرف از این مه. یعنی ما تیگ ابتکار کردیم که فکر کنید شما در 300 افغانی ما میتونیم 4-5 اتاق 24 ساعت گرم نگاه کنیم. همین تو دزگاه خارجی است، ترکیه است، اروپایی است، ایرانی است، 20 کیلو گاز در 24 ساعت در اون مساحت مصرف شد. ما الحمدلله تانستیم که یک چیز اقتصادی و کم مصرف به وطن خود جور کنیم. و این فیلتر او فیلتر میشه میره در او میده دزگاه، دزگاه میده در اتاقا. چرا مرکز گرمی که سر او جوش خانه را گرم میکنه؟ فیلتر را به خاطر از ایشان دیم که او ما آهک آهن داره. عمر از این رادیاتور 8 سال است. وقتی که فیلتر او تصفیه میکنه باز عمر از این میشه 16 سال. بله. دزگاه اوتومات است کاملا، خانه یخ شد اوتومات روشن میشه، خانه گرم شد اوتومات خاموش میشه. کدام وقت نمیشه و دخه هستین برق میره، پمپ گل میشه ولی گاز خودش اوتومات بسته میشه. یعنی هم برقی است و هم گازی؟ برق کار داره به خاطر پمپش، یه هم در سولر کار میته، هم در برق هم در بیتری که او سر کلوشن میکنه. بله. و چقدر ای بسیار مساحت کم میگیره؟ کم میگیره و در کنارش، یعنی ای در طول 24 ساعت حداقل شما گفتین 5 خانه را ای گرم میکنه. بله، بله. و با 300 افغانی، با 300 افغانی، با 6 کیلو گاز. بله، شما اگه یک اتاق 24 ساعت گرم نگاه کنین، ولو که پلاستیک بسوزارین 200-300 مصرف شما، اول دم میشه، خانه رنگ کردنی میشه، چقدر جنجاله. ما لطف احسان خداوند است که یک ابتکار در وطن کردیم که از این آلودگی ما شما نجات پیدا کنیم. بله، یعنی این دیگه فکر میکنم که از این فقط شما خودتان در خانه استفاده بکنید، چون دیگه خونه است که نه، الحمدلله به 4 سال روی سیستم کار کردیم. یک سال است که عملا در خانه هموطنا کار کردیم، 40-50 خانه را الحمدلله افتتاح کردیم، مردم ما استفاده میکنن. ایرا برای کل مردم افغانستان خو ایرا جور کرده میرین دیگه شما؟ بله، یا امیالم کار داریم فعلا در جریان کار هسته دیگه. لطف احسان خداوند است که ما در وطن خود خدمت کردم. بسیار عالی. و قیمت از این چقدر است؟ قیمت از این نظر به مساحت آپارتمان است، ولی نیم بای دیگر ها تمام میشه. مرکز گرمی حدوداً متر فی متر 18 و 20 دلار است. از ما فی مترش تمام میشه نظر به مساحت خانه است 12 تا 13 دلار. 5 سال هم گارانتی میکنیم. بله. مثلا امیر کس میخواد بگیره، درست بخره، قیمتش چقدر است و آخر نهایی قیمتش چند میشه و اینمی که مثلا 5 خانه را میتونه گرم بکنه؟ ما مساحت 120 متر مربع را
کار میکنیم، کار تمام، کل وسایل لگردن ماست، به مبلغ 1800 دلار تمام میشه. اما تو دزگاه خارجی است 3000 دلار میگیرن، ولی 20 کیلو گاز مصرفش ما. ما الحمدلله رجور کردیم در 6 کیلو گاز. قیمت ازی از 1800 دلار. 1800 کار تمام برای 120 متر مربع آپارتمان. فقط صاحب خانه دبه گاز میخره و گاز میندازه. اگر کسی نخواهد که گازی استفاده بکنه، باز برقی میتونه که استفاده کنه؟ برقی است، اما تو پکیجای برقی است، 6-7 کیلووات است. فکر کنین در یک ماه زمستان حدودا 40-50 هزار مصرف برقش مه. و به خاطر از اینکه کی برق است واسه کتو از خود از این میتونیم در برق استفاده بکنیم؟ ای خود این پکیج گازی است. سایکو پکیج گازی فقط گاز میتونیم استفاده کنیم. گاز میخوره که هوا جوش میکنه، مرکز گرمی عموماً سر هوا جوش خانه گرم میشه. بله یک پیام بسیار زیبا این طرف نوشتن از برای خدا جنگ بس است، ما صلح میخواهیم برای ترقی افغانستان عزیز، و با رنگ قشنگ و مقبول سرنگ بیرق افغانستان. چقدر یک پیام زیبا و چقدر یک پیام خوب. هی کاش که بشنوند کسایی که میان و در مقابل نیروهای امنیتی ما می جنگن که جنگ بس است دیگه، بانیم هموطنان ما را که آرام زندگی بکنن و حداقل با آرامش چنین چیزایی را اختراع بکنن. خب دیگه چی مانده دربارش معلومات نداده باشین؟ شما برام معلومات بدین. دیگه کاملا بی خطر است، استاندارد است، ترموسات های خاص داره. از هر حساب انشاءالله بسیار چیز با کیفیت جور کردیم و ما افتخار میکنیم که در وطن خود یک خدمت کرده باشیم. بله گاز گفتین شما که اگر حتی گاز وقتی که شما ما روشن میکنیم، بله. یعنی به خاطر گرم کردن خانه، بله. حتی مثلا نصف شب میشه خاموش میشه، بله. درست است؟ بله. خاموش میشه یا او جوش میه بهش از حد او جش جوش به ترموستات داره اتومات میشه. این ترموستات داره ببین ما این سیستم جور کردیم تا 90 درجه کل دنیا کل جا جور کردن 60-65 درجه. ما الحمدلله تا 90 درجه جور کردیم، تا 90 درجه او جوش میکنه و ترموسات داره. دلتان در 40-50-60 در هر درجه که بانین دونمو درجه که او جوش برسه این اوتومات میکنه. بله. کاملا هوشمند است. بله. مثلا یکی از هموطنان ما بیان بر شما و بگن که همونطور یک مرکز گرمی شما بر ما آماده بکنین یا جور بکنین، چقدر وقت در بر میگیره تا شما کار از یک مرکز گرمی را تکمیل میکنین؟ بله، اگر خانه نیم کار باشه زیادتر خانه است کال تکمیل شده. ما خانه‌ای را کار کردیم فرش ظرف بوده، فقط ما در دو روز یک آپارتمان رو برشان تسلیم میکنیم و 5 سال هم گارانتی میکنیم. وارانتی نه گارانتی. میخواهیم که هموطنان ما راحت باشن، مطمئن باشن و افتخار کنن که در افغانستان جور میشه. بله، و هر مشکلی که در طول 5 سال به وجود میاد، بله. شما دوباره پس میدن به خاطر ترمیمش کار بکنید. بله. خدمات داریم. دیگه چی اختراع کردین به جز مرکز؟ دیگه یک ابتکار دیگه از روی دست انشاءالله که نتیجه‌اش هم گرفتیم به خاطر زراعت زمستانی است. چی ما در فصل زمستان بتونیم از پغمان، از بامیان چه رقم ترکاری و چه رقم سبزیجات خواسته باشیم میتونیم حاصل بگیریم. ما همون دوزگاه و سیستم شجور کردیم. زراعت 30 درجه حرارت گرمی کار داره. ما الحمدلله بر وطن خود دوزگاه جور کردیم که تا 40-50-60 درجه گرما میته. انشاءالله میتونیم که از او استفاده بکنیم که تا از وارد کردن سبزیجات و بانجان و ترکاری و چیزا فقط به خاطر ترکاری یا که سبزیجات یا که میوه ها میشه استفاده کنیم؟ چی میشه؟ میوه. بخاطر نه میوه نمیشه. نمیشه؟ نه، به خاطر که درخت ها بلند است، بسیار جای کلان کار داره. آها. فقط زراعت میتونیم ترکاری و چیزهای خود ما چیز کنیم که انشاءالله از وارد کردن از چیز پیش باشه. بسیار عالی. اصل کسب و کار شما چی است؟ ما اصل کسب و کار ما همین کار مرکزگرمی است، نلدوانی است. دیگه 4 سال روی سیستم کار کردیم، الحمدلله تا کامیاب شدیم. دیگه پارسال هم ما بینای زمستان بود که ما نتیجه گرفتیم. خیر دوستایی که از 4 سال پیش منتظر بودن، خانه کلشان فعال کردیم. بله، و در طول این 4 سال گاهی اوقات هم شده که شما نتیجه نگرفته باشین، این یک جوش بله، یک جوش مشکل داشته باشه، بالاخره بعد فکر کردیم بسیار مشکل سر خوردیم. لطف احسان خداوند است و دعای دوستا که ما الحمدلله دیگه کامیاب شدیم. هیچ کار به جنجال نیست. تا که سختی و امو خوری و بیچارگیش نکشی هیچ وقت کامیاب نمیشی و قدرش نمیفهمی. بله، پیام را که در او بغل نوشته کردین دیگه این پیام به خاطر از این نوشته کردیم. این رنگ سیاه، سیاه از بدبختی، ظلمت از تاریکی است. اینجا نوشته کردیم از برای خدا جنگ بس است. دیگه در زبان خسته شدیم، یک پیام ماندیم برای کل ملت افغانستان. کسی که جنگیز جنگ میکنه،
این پیام به مخاطر است. ما سلا میخواییم از رنگ خود نشته کردیم. برای ترقی افغانستان سبزی زیبایی است، آبادی است که ما و شما از یاد تیر شویم، بیایم روی سرسبزی روی آبادی همدیگر را در بغل بگیریم، داغوش بگیریم تا این وطن که حیثیت مادر داره ما بتونیم در وطن خود خدمت کنیم و ترقی کنیم. بله. اگر ما افغانا را بانن، ما انشاءالله در مملکت خود بهترین چیزها را برای وطن خود جور میکنیم. بدون شک واقعا که اگر هموطنان ما را اجازه بدن که در هر کار میتونن نام خدا فوق العاده کارهای بهتر و خوبتر را داشته باشند. در قسمت تهیه تمام تجهیزات از این مرکز گرمی، آیا کسی شما را کمک مالی کرد یا شما خودتان از پول شخصیتان کار را کرد؟ از پول شخصی چیز کردیم. ما تا در این کار تا که مجبور هم کردیم بسیار رنج هم دیدیم. حتی از دیگر تا که در چیز تو سختی را نبینی هیچ وقت راحتی در دست نمه. بله. چقدر هموطنان ما از این کار شما راضی بوده و چقدر یک سهولت خوب را بر هموطنان ما ایجاد کرده؟ اصلا کسی که من ما دفتر چقدر بیشتر است به خریدن این مرکز گرمی دیگه. حالا فعلا الحمدلله کار زیاد داریم. کسایی که در دفتر ما معامل یک سیستم عملی اونجا فعال کردیم، مشتری ها ما سعی میکنن باز بعد از وقت اگر نفر ما میگم که در 24 ساعت در 4 5 اتاق 6 کیلو گاز مصرفش است، کس باور نمیکنه. حتی از ایران به ما ایرانی زنگ زده گفته این مصرف از این تابستان 6 کیلو است یا در زمستان. من گفتم تابستان خود کس استفاده نمیکنه، در زمستان 6 کیلو. یعنی کس باور نمیکنه که ما در افغانستان تیاگ ابتکار کردیم. بله. و می کار فوق العاده خوبتر و بهتر است. تمام این مرکز گرمی ها بینمی سایز است، اما قدر بزرگ هست؟ مرکز گرمی های دیگه سنگ زغال است. و پکیج های گازی که از 3 برابر از این است، مساحت 120 متر گرم میکنه. این دستگاه ما خورترک هم است، به مساحت 300 متر گرم میکنه و تا 90 درجه هوا جوش میکنه. بله. و به بسیار هزینه مصرف سوخت بسیار کم. تا حال چند پایه از این مرکز گرمی رو شما فروختین؟ حدودا 40 خانه را فعال کردیم. 40 خانه را فعال کردیم. با مو قیمت 800 دلار فروختین؟ آها، فرق میکنه. باز خانه کلانتر باشه کم تفاوت میکنه. خب تفاوت میکنه. مثلا یک خانه را. اگر ما کلینیک کار کردیم که به مساحت 200 متر است، کار تمام برش تمام شده در 2500 دلار. بسیار عالی. و یعنی برای من اولین بارم بود چنین مرکز گرمی را متوجه شدم و شما اختراع شما را واقعا که کار فوق العاده بهتر است. یعنی ما اگر بتانیم که از این مرکز گرمی در زمستان در خانه های خود استفاده بکنیم، هیچ نیاز دیگه برای بخاری و برای چری و برای چوب سخت و حتی مرکز گرمی هایی که بالاخره به پول بسیار گساف و یک پول بسیار زیاد سر با میه، میتونیم که از این مرکز گرمی استفاده بکنیم. و ای هم که قسمی که شما گفتین که 5 سال ای گارانتی داره، بالای 20 سال انشاءالله کار میده، بسیار خوبیا داره. این پکیج ها هست، فکر کنین در سنگ زغال مشترک است، ده آپارتمان، ده آپارتمان یک زن شوی است. یا ما اون پیسی 34000 میده، ده آپارتمان دیگه 15 نفر زندگی میکنه و ما این پیسه را میده. چون این مشترک است مجبور است اون سهمه خدا بده. یک کس ده آپارتمانش 20 روز یک ماه نیست، هیچ خانه به خیر شر به غم نیست، نه خدا غم دور داشته باشه. میره یک ماه در خانه خود نیست، چون سیستم مشترک است ناچار است پیسه هم مشترک بده. این در اختیار هر کس است. اگر کس مثلا کل محیط استفاده نمیکنه، یک اتاق دالیز و یک آشپزخانه تشناب استفاده میکنه، در صورت با 3 کیلو سرش مصرف می، هر چقدر که مساحت زیاد شود باز مصرف زیادتر می، از 3 کیلو تا 6 کیلو. بله. و آیا قطعات از این همه قدر هست یا که شما برای اضافه کردن قطعات دیگه هم برای مرکز گرمی که سهولت های دیگر هم ایجاد بکنه فکر کردین؟ کل چیز انشاءالله کل چیز آماده در داخل از این هسته. کل چیز شما؟ ما یک چیز را جور کردیم، گفتم نظیر از این نه در اروپا است، نه در امریکا، نه در ایران. چرا آوا جور کردن، پکیج جور کردن، یک 20 کیلو گاز هم میخوره در 120 متر مربع. این پکیج ما الحمدلله در 6 کیلو در 120 متر مربع 6 کیلو مصرف. شما اگر 3 اتاق، اگر چوب بانین، بوریهره بانین، زغال سنگ، هر چی استفاده کنین، در 3 تا اتاق، 3 تا چری، هم کمش 200-600 مصرفتان برای 400 خانیتان گرم است. ما چیز جور کردیم که در 300 افغانی دو برابر از اون 6 اتاق، 5 اتاق، 2400 نرمال گرم. از کلش کده مهمتر که این وطن سر ما و شما حق داره، از یالودگی باید پیشگیری شد. چون ما وطن پدری مادری کابل است، اینمی انگیزه باعث شده که ما هم تیه کار بکنم برای وطن تا مردم استفاده کنن. و گازش هیچ اصلا خطر نداره؟ اصلا نظر قسمت خانه باید نصب بکنیم یا زیادتر وقت زیادتر جای در بالکن نصب میشه. در بالکن نصب میشه، در اون قسمت پی وی سی میشه،
در زمستان ما یک مشکل داریم که دبی گاز یخ میزنه زیادتر وقت خود طالم شاه شده باشه نیم گاز میبرین بیرون پس سرش گاز میندازین گاز داره چون یخ زدم منجمد شده اکسیژن نداره ما جایی که نصب میکنیم اون محل هم بخی مخمل لایق میشه 4-5 تا دبی گاز مونده میشه همین نل رفت آمد از این محیط گرم میکنه تا 100 گرم گازم که دبی گاز باشه گاز هوا میکنه استفاده بله و هیچ خطر نمیتونه داشته باشه نه کاملا بی خطر است الحمدلله بله باید شاید دیگه ای در بالکن باید نصب بله یا بالکن خوب است یک چیزی را که من متوجه شدم که حالا شما یک کار فوق العاده خوب را کردین من مطمئن هستم که این کار اگر زیاد علاقمندی هموطنان ما صورت بگیره در قسمت کار شما مطمئن هستم شما فکرای تازه هم میکنین مثل از کار تازه را گفتین که برای پختن سبزیجات البته استفاده میکنین چیزهای دیگه هم به فکرتان میگرده برای سهولت بیشتر هموطنان ما چه باید کرد دیگه با تو پلان داریم انشاءالله خدا توفیق بده اول صلح به خیلی که مردم افغانستان آرام زندگی کنن ما بر سال دیگه انشاءالله پلان داریم چرا گاز قیمتش ثابت نیست یکان نفر که ما برش کار میکنیم یک قاری سای و اگر گاز صدر پشه چطور میشه یک جنجال است ما پلان داریم بر سال دیگه انشاءالله در هر ولایت که ما از این نمایندگی فعال میکنیم یک نمایندگی گاز جور میکنیم قبل از زمستان که گاز ارزان است ما با مشترکین خود تماس میگیریم کتشان شما چقدر گاز کار دارین در سیستم 500 کیلو 600 کیلو هر چقدر که اون لازم داشتن دمو وقتی که پیش از زمستان گاز 45 رو پس از طرف شرکت ما بر زنگ زده میشه من پیسه 500 کیلو گاز 50 رو یا 40 رو میتن زمستان که والا گاز 100 رو پشه من اون مقدار که از ما خریده اون مقدار گاز ما در پشت خانیشان میرسن این تکسولات ان شاء الله کار بنیادی در پلان است که کسایی که از این سیستم استفاده میکنن باید برشان سهولت باشه راحت باشه بله نوری سر به عنوان آخرین پرسش اگر ترمیساتی را شما تغییر بدین یعنی وصلش بدین به برق که حتی هموطنان ما بتونن از طریق سولار هم اینا استفاده بکنن بله یعنی که ما ساخته آب بالکل این هم در بیتری روشن میشه خوب سوال کردین هم در سولار روشن میشه یعنی در سولار هم روشن میشه حتی در بیتری موتر روشن میشه این فقط پمپ سوار کنه دستگاه خارجی برق بسیار زیاد کار داره من تا الحمدلله همی کل چیز ما یک چیز ناممکنه بر هموطنهای خود مهیا کردیم جور کردیم بسیار به دنیا نشان بتونیم که ما مردم های جنگ نیستیم افراطی نیستیم آدم های چیز نیستیم بیاین ما را بانن که ما در وطن خود خدمت کنیم ابتکار کنیم وطن خود آباد با امید موفقیت های هرچی بیشتر شما آقای نوری انشالله که شما بتونید روز آنقدر دست شما بلند باشه که در هر راستایی که شما دوست داشته باشین چیز تازه و مثل این مرکز گرمی اختراع بکنین شما افتخار هستین انشالله که گام هایتان همیشه استوار باشه در راستای پیشرفت وطن و ترقی تشکر از شما خداوند توفیق بده ما در وطن دوگام خدمت بکنیم زنده باشید خانه تان آباد بخیر باشین سلامت سراغ وقفه میریم و در ادامه ما را امرید بکنیم